برام یاد خداوند زیبایی ها. سلام و علیکم خدمت تمامی هموطنان عزیزم، امیدوار هستم جور صحت و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون. برنامه رسم زندگی آغاز شد و نیم ساعت مثل همیشه میمان خانه شما عزیزان هستیم. امروز که روز شنبه هست و روز نخست هفته است، ما امیدیم این که امروز یکی از بهترین روزهای زندگیتان باشد و تقسیم اوقاتی که قرار بر خودتان تنظیم کردین با امیدیم که با همان زیبایی هایش با همان خوبی هایش انجام بتین. خب هموطنان عزیزم، اگر میخواین رابطه مستقیم داشته باشین با برنامه خودتان، 488 کلید 47 و همچنان صفحه فیسبوک برنامه در اختیارتان است. ما منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات تک تک شما خوبان هستیم و همیشه وقت کوشش میکنیم به هر نظر شما هرج گذاری داشته باشیم. برنامه رسم زندگی همیشه وقت تلاش میکند از موضوعات اقتصادی گرفته تا موضوعات اجتماعی، طبی، فرهنگی تمام رو مورد بحث قرار بدیم و بهترین موضوعات را انتخاب بکنیم تا همراه مهمانای ما گفت و شنود هایی داشته باشیم. موضوع امروزی برنامه رسم زندگی برمیگرده بر گسترش فقر در افغانستان. یک اصل خیلی مهم است در بخش اقتصادی یک کشوری که همه ما شما میتونیم فعلا در شرایط کنونی در خط فقر زندگی میکنیم، در کشوری که هستیم، در شهری که هستیم، ای که حامل حاصل در چی هست، کدام دلایل وجود داره که فعلا فقر در افغانستان به اوج خود رسیده، یک موضوع خیلی داغ است و بحثمون رو آغاز میکنیم با مهمان برنامه‌مون جناب استاد بزرگوار هیرج فقری که ایشان استاد دانشگاه هستند. در رابطه به همین موضوع خیلی مهم صحبت میکنن. شما هموطنان عزیزم اگر میخواین که تماس داشته باشین با برنامه خودتان، شما تماس برنامه در اختیارتان است. یک موقع خیلی خوب را اختیار بکنید، بعد میتونین به شماره تماس 02-220-93 تماس بگیرین. سلام استاد، خیلی خوش آمدین، بعد از چاشتان بخیر. خواهش میکنم، سلامت باشین، بعد چاش شما هم بخیر باشین. تشکر، سلامت باشین. جناب استاد، قسمی که در ابتدا همچنان اشاره داشتم در رابطه با گسترش فقر در افغانستان، یک تعریف اگر داشته باشیم از اوجه فقر. فقر در اصل در معنای کلمه به معنای نبود خیلی از اماکن جسمی، روحی، مادی یا اقتصادی میتونه شامل بشه. در کل ما چیزی که در حال حاضر قرار مورد بررسی قرار بدیم مربوط میشه فقر اقتصادی هست، چون ما فقر فرهنگی، اجتماعی و فکری هم داریم در کنار از بعد. فقر اقتصادی نبود میزان درآمد میانه یا میانگین مربوط به یک منطقه از روی کره زمین به عنوان فقر میگن. یعنی ما در کل میتونیم فقر به دو قسمت تقسیم کنیم، یک فقر مطلق داریم، یک فقر نسبی داریم. در کل برای میزان و برای اینکه بتونیم یک فقر مورد بررسی قرار بدیم و فیصدی افرادی که دچار فقر زدگی هستن مورد مشخص قرار بدیم، نیاز به این داریم که ما یک خطی داریم به نام خط فقر. این خط فقر با توجه به شرایط جغرافیایی، محیط فرهنگی، با توجه به امکانات اجتماعی و خیلی از موضوعات دیگه سنجیده میشه. برای یک منطقه مثلا میتونه برای یک منطقه از افغانستان 12.5 هزار افغانی باشه. کسایی که در حدود 12.5 هزار افغانی درآمد هستن، یعنی دارای درآمد 12.5 هزار افغانی هستن در طول ما، اونا به اونها فقر نسبی اختصاص میدن و در صورت کمتر از 12.5 هزار باشه، یعنی در حدود 10 هزار یا 10 هزار به پایان باشه، به این معنی که دچار فقر مطلق هستن. و این خط فقر چگونه اندازه‌گیری میشه؟ فقط فقر بر اساس نیازهای ابتدایی و نیازهای ضروری برای ادامه زندگی برای یک خانواده متوسط در یک شرایط متوسط در نظر گرفته شده، با توجه به محیط جغرافی فرق میکنه. مثلا امکان داره خط فرق برای مردم کابل یک عدد باشه، ولی خط فرق مربوط به مردم هرات کدام عدد دیگه باشه. دقیقاً جناب استاد. خب هموطنان عزیزم، موضوع فقر یک موضوع خیلی مهم است در زندگی هر فرد. حالا تمام هموطنانمون از همین ناحیه شکایت میکنن، میگن در کشوری که زندگی میکنیم یا گویا در شهری که زندگی میکنیم وضعیت اقتصادی چندان خوب نداریم. این که حالا چگونه میتونیم که مبارزه داشته باشیم، چگونه میتونیم از این خط فقر رهایی پیدا بکنیم و همچنان دیگر پرسش‌های می داشته باشیم از جناب استاد. خب حالا استاد، اگر بر دلایل همدیش سر بزنیم که کدام دلایل باعث ایجاد فقر یا با وجود آمدن فقر در کشور شده؟ اولین موضوعی که مطرح میشه، ما برای که بتونیم فقر زدایی بکنیم، یعنی به این معنا که از فقر رهایی پیدا کنیم، نیاز به این داریم که یک کشور خودکفای باشیم.
متاسفانه کشور افغانستان از چندین سال اخیر رو به امروز البته خیلی بهتر شده و کشور مصرفی هست که با توجه به کمک های بین الملل و کشورهای همسایه میتونه بود و باش فعلی خود را انجام بده. برای که ما یک کشور خودکفا بشیم نیاز به خیلی از عوامل دیگه داریم در کنار از این موضوع. بعد موضوع دیگه که مطرح میشه و در ما باید بر از او خیلی دقت داشته باشیم ثبات سیاسی هست. تا ثبات سیاسی ایجاد نشه در کشور افغانستان ثبات اقتصادی به وجود نخواهد آمد. و در صورت که ثبات اقتصادی نداشته باشیم به زی معنا هست که ما نمیتونیم از فقر رهایی پیدا بکنیم. برای رهایی پیدا کردن از فقر نیاز به این داریم که ما رشد اقتصادی داشته باشیم. و رشد اقتصادی لازم و ملزوم ثبات اقتصادی، موجودیت امنیت، امکانات داخلی، بله. فراهم کردن و زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است که متأسفانه در حال حاضر در کشور ما افغانستان عام و تام این موضوعات وجود نداره. بله استاد قسم، شما همچنان اشاره داشتین در رابطه به این که درآمدمون خیلی کم است ولی مصرفمون خیلی زیاد هست و ما شاید همین بدبختی هایی هستیم در بخش اقتصاد هست کشورمون، اما خوشبختانه که در این اواخر ما شاید دستاورت های خیلی زیادی بودیم در بخش اقتصاد هست کشورمون هست. در قاره های ترانزیتی مون ما خیلی ها صادرات خیلی خوب داشتیم، وارداتمون نسبت به سال های گذشته خیلی ها کم شده. خب جناب استاد، حالا ببین در رابطه به این بگوین کسانی که مسئول هستند، کسانی که در رأس هستند، چون تا اکنون نتونستن برنامه های موثر تر را تحریزی داشته باشند یا در اولویت قرار بدن تا ما از خط فقر روحی پیدا بکنیم. موضوع سر از ایست که خیلی برنامه های خوبی روی کاغذ دارن، متاسفانه برنامه جامعه پس چون تطبیق نشده هستید شما جناب. خیلی از عوامل میتونه در کنار ازی باشه. یکی که اولین عامل مهمی که موجودیت مافیای اقتصادی هست که در رأس دولت هم خیلی از اون پایه ها از وجود داره، یکی از عوامل. یکی هم موجودیت ناگاهی مردم افغانستان نسبت به رشد اقتصادیه. بله. خیلی از مردم ماها حتی آگاهی ندارن که چه عواملی، چه کارهای اقتصادی سبب میشه که من حس یک شهروند افغانستانی به چی میگم به ملیت فکر کنن و سبب بشن که رشد اقتصادی ملی انجام بشه. بیشتر منفعت شخصی رو در نظر گرفته بدون از اینکه فکر کنه که این منفعت شخصی یک ضربه کلان اقتصادی میتونه به خود کشور داشته باشه. که این نبود این فقر یعنی فقر آگاهی اقتصادی سبب میشه که مردم هم در کنار از اینکه دولت مردا دچار مافیای اقتصادی هستند، دچار دگرگونی های سیاسی هستند، از جمله عوامل بشه که سبب بشه که رشد اقتصادی ما کاهش پیدا کنه یا انجام اصلا نشه و این امر سبب میشه که به مرور زمان فقر در کشور ما بیشتر بشه. منطقاً. خب هموطنان عزیز، بحثمون ادامه دارد و همچنین پرسش‌های دیگر می داشته باشیم از مهمان برنامه مون. آل هم وقت داریم، دوباره برمی کردیم، با ما باشید تا پایان هست برنامه. بازم برگشتیم، با شما خوبان بیننده هستیم در ادامه برنامه خودتون، ادامه برنامه رسم زندگی هست و صحبت های ما همچنان ادامه دارد با جناب استاد. قسمی که در شروع همچنان اشاره داشتم در رابطه با موضوعی امروزی برنامه رسم زندگی که برمیگرده بعد گسترش فقر در افغانستان، جناب استاد نکات خیلی خوب و مهم را یادآوری کردن که زمانی که اگر ما برنامه ریزی خیلی ها دقیق داشته باشیم در بخش اقتصاد هست کشورمون، ما میتونیم همزمان از خط فقر رهایی پیدا بکنیم. ای که حالا مسئولین باید برنامه های متعدده داشته باشن در این زمینه. خب جناب استاد، شما بازم یک نکته خیلی خوب را قبل از وقفه اشاره داشتین در رابطه با ذهنیت سازی و آگاهی مردم یا آگاهی هموطنان عزیزمون. رسانه ها یا میدیا تا حد توانستن، تا حد همکارکرت ها و عملکرت های مختلف داشتن در بخش ذهنیت سازی تمام هموطنانمون. پس چرا تا حکنون هموطنانمون آگاهی درست را کسب نکردن در رابطه با بخش اقتصاد هست کشور؟ متاسفانه به خاطر موجودیت مافیای اقتصادی در سطوح بالا حکومتی این هم سبب شده که مردم یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به دولت مردا داشته باشن. به این معنا که اونا به فکر از این هستن که ما اگر عرق ملی داشته باشیم، یعنی یک وطن دوستی در ما موجود باشه و ما بخوایم به نفع کشور عملکرد اقتصادی داشته باشیم، متاسفانه عملکرد ما بیفایده خواهد بود، چون مافیای اقتصادی موجود در رأس کشور اینها این مسائل پولی و اقتصادی رو به نفع خود رو خلاص میکنن. خب حالا استاد، همین مافیای اقتصادی رو چگونه میتونیم که شناسایی کرد یا چگونه میتونیم که مانع کارهایشان شویم؟ مافیاهای اقتصادی که هسته در کل به سادگی
برای دولت مردان که در رأس حکومت از نظر سیاسی قرار دارند مشخص هست. متاسفانه موجودیت چندین لایحه‌ای این مافیای اقتصادی که خیلی ارتباطات و زنجیره‌های قوی در داخل دولت دارند به سادگی نمیشه اینا رو کنار زد. به همین هم سبب شده که آنها ماندگاری بیش از حد داشته باشند و موجودیت هر کدام از این مافیای اقتصادی سبب میشه که یک فساد اقتصادی به وجود بیاید و فساد اقتصادی به مرور زمان سبب کند شدن رشد اقتصادی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت میشه. همین بی‌اعتمادی سبب میشه که یک شخص بیه تمام معاملات خورد در داخل کابل، در حالی که هیچ همسایگی به اطراف کشورهای همسایه نه، تمام معاملات مثلا خیلی از معاملاتی که در کابل انجام میشه به دلار خواهد بود که انجام معاملات داخلی یک کشور به نرخ کدام کشور دیگری سبب میشه که رشد اقتصادی کم کم نزول پیدا کنه و سبب بشه که فساد اقتصادی به وجود بیاد. دقیقاً جناب استاد، صحبت ها هست پول یادآوری شد. خوشبختانه که در این اواخر نرخ کلدار پاکستانی کاهش پیدا کرده و ارزش پول هفانی بالا رفته، افزایش پیدا کرده و بسیاری از هموطنانمون اگر استفاده بکنیم از پول هفانی کشور خودمون مشاهده یک اقتصاد خیلی خوب خواهیم بود. قسمی که امروز جناب استاد ما در برنامه صبح خورشیدمان همچنان بحث داشتیم در رابطه با همین موضوع اقتصادی را انتخاب کرده بودیم. در هفته ولایت از کشورمون بسیاری از هموطنانمون استفاده میکردن از پول کلدار و تومان، هم خوشبختانه اگر همین گونه و پیش بریم ذهنیت سازی خیلی خوب داشته باشیم کاهش پیدا میکند و پول هفانیمون جایگاه خود را پیدا خواهد کرد. حالا بین جناب استاد در رابطه به این بگوین حزیاد نفوس چقدر باعث فقر شده در کشور؟ یکی از عوامل دیگی همین موضوع هسته. طبق گزارشدهی وزارت اقتصاد و وزارت مالیه که یک چندین وقت یک جلسه هایی برگزار میکنن که پاسخگویی به ملت هست، با توجه به او که اعداد و ارقامی که وزارت اقتصاد اعلام کرده بود که رشد جمعیت تقریبا 3.4 است و این رشد جمعیت با توجه به رشد اقتصادی بسیار زیاد است. یعنی رشد جمعیت آن چیزی که ما فکر میکنیم، نیازهای اجتماعی، تحصیلی، رفاهی و خیلی از مسائل دیگه که در برای زندگی یک انسان به صورت نرمال نیازمند هست، متاسفانه هماهنگی با رشد جمعیت نداره. یعنی رشد جمعیت کشور افغانستان با توجه به هماهنگی و پیشرفت رشد اقتصادی از او برابر نیست، یعنی چیزی بیشتر است. و چیزی بیشتر بودن سبب میشه که ما افراد بیشتری در زیر خط فقر مشاهده بکنیم. خب حالا چرا جناب استاد بسیاری از هموطنانمون از دیگر ولسوالی ها، از دیگر ولایات میآیند دوباره بر مرکز یا دوباره برمیگردند بر پایتخت و زندگی خود را سپری میکنند؟ به نظر من همین همچنان قسمی که شما اشاره داشتین که دلیل عمده همین هم بوده میتوند، پس به خاطر اینکه هر هموطنمون در همان ولایتی که زندگی میکنن و همانجا زندگی خود را سپری کنن، چقدر میتونیم که باعث یک اقتصاد خیلی خوب باشیم و از این فقر نجات پیدا بکنیم؟ کشور افغانستان یک کشور زراعتی و کشور دامداری هست و نیاز به زی داریم که ما بیایم سکتورهای خصوصی، دامداران و کشاورزان خود مورد تشویق قرار بدیم و محصولات از اونا رو به قیمت مناسبی خریداری بکنیم. وقتی یک کشاورز مشاهده میکنه که محصولات از او با قیمت کمتری مورد ارزیابی قرار میگیره در بازار، این سبب میشه که به مرور زمان کشاورزی کنار مانده، زمین های زراعتی خود بفروشه و مراجعت کنه به شهرنشینی و به کابل بیای. و این امر بسیار امر خطرناکی خواهد بود که هر چقدر این امر همسایش پیدا کنه، نه تنها که ما به نیازهای ابتدایی خود محتاج میشیم به کشورهای همسایه و نیاز به واردات پیدا میکنیم، در کنار از این موضوع ما فقر گسترش میدیم در این قسمت. و یکی از عواملی که میتونه کمک کننده باشه که چنین کاری انجام نشه، یعنی شهرنشینی افزایش پیدا نکنه، این هست که ما سکتورهای خصوصی تشویق بسازیم و بین از اونها یک رقابت سالم اقتصادی ایجاد بکنیم. سکتورهای خصوصی تا این تام چقدر تونستن جایگاه خود را حفظ بکنن و عملکرد مثبت داشته باشن در بخش اقتصاد هست کشورمان افغانستان؟ تنها عاملی که میتونه کشور افغانستان از وابستگی اقتصادی نسبت به جامعه بین الملل و کشورهای همسایه باز بداره، تشویق سکتورهای خصوصی و عواید ملی هست. متاسفانه با توجه به ضعف تکنولوژی و از نظر ضعف نیروی انسانی، ما نتونستیم آن چیزی که مورد به عایدات ملی افغانستان باشه، ما درآمد خوبی داشته باشیم.
و تشویق سکتورهای خصوصی مثل شرکت‌های مخابراتی، مثل شرکت‌های ترانسپورتی، اینا سبب میشه که ما پیشرفت بالقوه‌ای داشته باشیم و از وابستگی نسبت به کشورهای همسایه جلوگیری بشه. به این طول زمان، در طول 18-19 سال، این کشورها یا سکتورهای خصوصی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشتن، ولی باز هم نیاز به زی هست که دولت بیای منس یک میانجیگر ما بین مردم و سکتورهای خصوصی عمل کرده مناسبی داشته باشه تا بتونه یک حالت خیلی تعادلی ما بین محصولات تولید شده و محصولات به فروش رسیده بتونه ایجاد بکنه که این تعادل سبب میشه که هم کسایی که تولید میکنن تشویق بشن به تولید بیشتر و هم کسایی که خریداری میکنن تشویق بشن به خرید بیشتر، که متقابلا هر دو گروه موفق خواهند بود و دو وقت رشد اقتصادی بهتر و افغانستان آبادتر خواهیم داشت. بدون شک جناب استاد، باز هم برمیگرده بر مسئولیت، هم بر دولت هم بر ملت. اگر ما همکار همگام باشیم، دست به دست همدیگرمون بتیم و کارکردهای خیلی خوب داشته باشیم در بخش اقتصاد هست کشورمون و استفاده خیلی خوب داشته باشیم از تولیدات داخلی کشور خودمون، زمانی که اگر ما استفاده عظیم داشته باشیم از تولیدات داخلی کشورمون، افغانستان بدون شک اقتصاد شکوفایی خواهیم داشت. در غیر آن، اگر از محصولات خارجی دیگر کشورها همچنان استفاده داشته باشیم یا استفاده بکنیم به گونه تمامدار، اقتصاد کشورمون روز به روز کاهش پیدا میکند و خط فقر افزایش پیدا میکند و به اوج خود میرسد. پس بین هموطنان عزیزم، مسئولیت خود را درک بکنیم، ذهنیت سازی داشته باشیم. از یک نسل به نسل دیگر همین ما شما هستیم که میتونیم ذهنیت سازی خیلی خوب داشته باشیم و همین استفاده کردن از تولیدات داخلی را به یک فرهنگ خیلی خوب مبدل بسازیم. خب حالا جناب استاد، قسمی شما یادآوری کردین از مافیاهای اقتصادی و مشکل همچنان وجود دارد، مشکل ما هست و فقر همیت همچنان وجود نداره، ناهمی به اوج خود رسیده و اقتصادمون روز به روز کاهش پیدا میکنه. درست است، در حالی که کشورمون در بخش اقتصاد یک کم افزایش پیدا کرده، یک کم رشد خیلی خوب داشته، رشد چشمگیری داشته. پس همین مشکل را کی حل میکند در شرایط کنونی که ما هستیم؟ در شرایط کنونی ما ابتدا نیاز به ثبات سیاسی داریم، چون ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی یا اقتصاد. خب حالا چه زمان میتونیم ما به ثبات سیاسی برسیم؟ ثبات سیاسی زمانی میرسیم که با توجه به اوضاع احوال سیاسی در حال حاضر در افغانستان وجود داره، ما اصلا دچار اندک ثبات سیاسی هم نیستیم که چه برسه به ثبات سیاسی کامل برسیم. متاسفانه این دخالت های کشورهای همسایه، نابرابری و ناهماهنگی قدرتمندهای داخلی یا موجودیت جنگ سالارهای داخلی، این سبب شده که ما نتونیم به ثبات سیاسی برسیم. تا زمانی که به ثبات سیاسی نرسیم، هیچگاه ما نمیتونیم مافیای اقتصادی را از بین ببریم، چون مافیای اقتصادی تمام تلاش اعظمی خور انجام میدن تا ثبات سیاسی به وجود نیایه. یعنی اونا دارن میزنن که جنگ به وجود بیایه. یعنی موجودیت جنگ سبب میشه که رشد مافیای اقتصادی بیشتر باشه. کشورهای همسایه چه زمانی میتونن فایده بکنن؟ چه زمانی میتونن صادرات خوب به کشور افغانستان بفروشن؟ زمانی که در افغانستان جنگ وجود داشته باشه. زمانی که در افغانستان جنگ وجود داشته باشه، این سبب میشه که ماها نتونیم به گسترش شخصی و داخلی بپردازیم. این سبب میشه که ما همیشه وابسته بمونیم. زمانی افغانستان میتونه وابستگی بیرونی خور از دست بده یا خودکفا بشه، که در ابتدا بیه جنگ های داخلی را از صفر بسازه، بیایید به این فکر کنیم که یک کشور سازنده‌ای باشه. در صورتی که ما کشور سازنده‌ای باشیم، اولین ضربه اقتصادی که میخورن کشورهای همسایه هستن، چون دیگه نمیتونن صادرات منظم و بیش از حدی به کشور ما داشته باشن، چون وقتی کشور تولیدات داخلی داشته باشه نیاز به واردات نداره، و وقتی این واردات افغانستان کم بشه، به این معنی که صادرات کشورهای همسایه کم خواهد شد، و وقتی صادرات کشور همسایه کم خواهد شد، رشد اقتصادی کشور همسایه مورد ضعف قرار میگیره و میتونه افزایش یا رشد اقتصادی افغانستان یک نقطه ضعف برای کشور همسایه باشه. تمامی عوامل سبب میشه که مافیای اقتصادی کشورهای همسایه و کشورهای زینف که از این موضوعی که در افغانستان جنگ هسته منفعت اقتصادی میبرن، تمام تلاش عظیمی خود به خرج بدن تا افغانستان هیچ وقت دچار ثبات اقتصادی نشه، ثبات سیاسی نشه. معذرت میخوام که تو بتونه از این چه میگن دریای گلالود ماهی بیشتری بگیرن.
از این موضوع اتفاق افتاد. دقیقاً جناب استاد، اگر کشورهای همسایه یا کشورهای خارجی زمانی که ببینید در کشور هست افغانستان جنگ جریان داشته باشد و ناامنی وجود داشته باشد، اونا تلاش میکنند که امان کالاهای خود را به افغانستان صادر بکنند و وارد از افغانستان شود و افغانستان استفاده های زیادی داشته باشد. پس بین هموطنای عزیزم هنگام باز هم میگم که استفاده کردن از تولیدات داخلی و استفاده کردن از پول افغانی کشور خودمون باعث رشد شکوفایی از اقتصاد کشورمون میشه. پس هیچگاهی انگشت انتقاد بلند نکنیم بالای حکومتمون، بالای دولتمون، بگوییم که تنها مقصر دولتمون است. نخه جهاد اگر ما همچنان درک داشته باشیم، حس داشته باشیم، مقصر همچنان خودمون هستیم. پس بیاین هموطنای عزیزم باز هم به شما خوبان یک یادآوری خیلی کوتاه می داشته باشم، چون استفاده کردن از پول افغانی کشور خودمون هویت ملی خودمون را نشان میدن. پس اگر میخواین هویت ملیتون را حفظ بکنین، پس در حفظ و نگهداشت و در رابطه با نگهداری از پول هایتون و اینکه چگونه میتونین در داد و ستدتان از پول افغانی کشور خودمون استفاده بکنین سهم خوب داشته باشین. خب حالا جناب استاد، بیاین در رابطه به این بگوین که خانواده ها و فامیل های محترمه که دوست ندارن که از تولیدات داخلی کشور خودشون استفاده بکنن، چی پیام دارین بر چنین خانواده های محترم؟ زمانی میتونه یک انسان یا یک خانواده پیشرفت بکنه که در ابتدا خوبی رو برای بقیه بخواه. بله. آن چیزی که برای خود خونه میپسندی برای دیگران نپسند و آن چیزی که به خود خونه میپسندی برای دیگران هم بپسند. زمانی این امر اتفاق میفته که زمانی ما میتونیم یک کشور منظم منسجم باشیم که همبستگی داخلی وجود داشته باشه و هر آنچه که ما از نرخ داخلی استفاده کنیم، از نرخ افغانی استفاده کنیم در تمام معاملات اقتصادی خود، هر آن چیزی که ما بتونیم اجناس داخلی بیشتر خریداری بکنیم، این سبب میشه که تولیدات داخلی، سرمایه‌گذاری های داخلی افزایش پیدا کرده و ما به رشد نسبی برسیم و یه امر یک آینده روشن برای افغانستان میطلبه. و هر آن استفاده اجناس خارجی و استفاده کردن از اسعار خارجی در متقابلا یک ضربه بسیار کلان اقتصادی برای کشور خواهد بود. آن کسایی که علاقه ندارن که محصولات داخلی را استفاده کنن، نیاز به یک مقدار فکر بیشتری دارن، چون فردایی خواهد بود و آنها نخواهند بود و نواساهای از اونها دچار همچین بحران جنگ زده و ناثباتی سیاسی خواهند شد. جان سپاس استاد عزیز در برنامه امروز تشریف آوردید. یک دنیا سپاس، خواهش میکنم. سلامت باشین. خب هموطنان عزیزم، هی بود برنامه امروز که در روز نخست هفته تقدیم شما خوبان کردیم. تا فردا روز یکشنبه، خداوند یار و نگهدارتان، همیشه وقت پیروز باقی بمانید.